سلام و ادب خدمت شما شاگردان صنف نهم به برنامه آموزشی درس کیمیا از مکتب هادی خوش آمدید. فصل سوم از کیمیا صنف نهم به آخر رسید. امروز وارد فصل چهارم میشویم که درس اول از فصل چهارم کیمیا صنف نهم رو در خدمت شما عزیزان هستیم. 2-964-780-255-413 نمبر ارتباطی برنامه است. از این طریق میتونید با برنامه مکتب هادی و درس کیمیا ارتباط بگیرید و سوال ها و کار خانگی خود برای ما روان کنید. موضوع فصل چهارم در رابطه با تعاملات مرکبات عضوی است که امروز میخواهیم در رابطه با تعاملات مرکبات با هم کار کنیم. اهداف درسی که امروز ما و شما میخواهیم با هم کار کنیم. امروز تعاملات تعویضی را با هم یاد خواهیم گرفت و همچنان تعاملات جمعی را با هم یاد میگیریم و در آخر درس امروز هم تعاملات هایدریشن را با هم کار خواهیم نمود. با شروع درس امروز با من همراه شوید. و اما تعاملات تعویضی، شما شاگردای عزیز با مفهوم تعاملات تعویضی در درس‌های قبل آشنا شدید. امروز می‌خواهیم تعاملات تعویضی را با هم یادآوری کنیم. تعاملات تعویضی به تعاملاتی گفته می‌شد که در آن یک یا چند اتم از یک مرکب با یک یا چند اتم از مرکب دیگر تعویض می‌شد. پس در تعاملات تعویضی اتم‌های یک مرکب با اتم‌های یک مرکب دیگر با هم تعویض می‌شد. مثال از تعامل تعویضی که در تصویر زیر در اسلاید زیر هم شما مشاهده می‌کنید، می‌بینید که در تصویر یک ساختار شش ضلعی را که اگر شما به صورت اتم در نظر بگیرید، یک ساختار شش ضلعی با بی‌جای ساختن و خارج نمودن یک شش ضلعی آبی رنگ به این صورت باعث میشه که رابطه بین شش ضلعی سرخ رنگ و زرد رنگ به این صورت تشکیل شود و یک مولکول جدید را برای ما تولید میکند به عنوان محصول تعاملات. پس مشاهده میکنید که در اینجا اتم ها یا شش ضلعی ها با هم تعویض شده است که نمونه ای از تعاملات تعویضی است. مثالی که در معادلات کیمیاوی ما و شما یاد گرفتیم در تعاملات تعویضی، تعامل حل شدن نمک تعام در یک گلاس آب است که وقتی این تعامل انجام می شود باعث می شود که اتم های دو مرکب با هم تعویض شود و یک نوع تعامل تعویضی را برای ما تشکیل می دهد. نمونه از این تعامل تعویضی را که شما در درس هم یاد گرفتین بر روی تخته‌سیاه معادله کیمیاوی اون را نوشته می کنم که شما برایتان یادآوری شود. خب مثالی از تعامل تعویضی حل شدن NaCl یا نمک تعام در مولکول آب بود. مولکول آب رو اگر به این صورت فرمول آن را نوشته کنیم، خب
تعامل تعویضی که انجام می شود در این معادله به این صورت است. عنصر سدیم با به جای ساختن و خارج نمودن اتم هیدروژن از تعامل باعث می شود که به جای اتم هیدروژن جایگزین شود و محصول NaOH را برای ما تولید می کند. پس یک تا از محصولات NaOH است. خب اتم هیدروژنی که از تعامل خارج شد می آید با عنصر Cl یا کلورین تعامل می کند و محصول HCl را تولید می کند که یک تا از محصولات دیگر می باشد. پس حل شدن NaCl در مولکول آب یک نمونه از تعاملات تعویضی است که محصولات اون را برایتون نوشته کردیم. معادله را اگر توضیح کنید تعداد اتم های سدیم در دو طرف معادله مساوی است. تعداد اتم های اکسیژن هم در دو طرف معادله یک تاست با هم مساوی است. تعداد اتم های هیدروژن را دقت کنید دو تا اتم هیدروژن داریم در سمت چپ معادله، در سمت راست معادله هم دو تا اتم هیدروژن داریم، پس معادله توازن شده می باشد. دو نمونه از تعاملات تعویضی که بسیار مهم است و در معادلات کیمیاوی در درس کیمیا ما و شما بسیار با هم سر و کار داریم برای شما آورده شده است که با هم کار میکنیم. یک تا از تعاملات بسیار مهم تعویضی تعامل تعویضی بنزین هست با تیزاب شوره که ساختار بنزین را شما در شکل زیر مشاهده میکنید که با تیزاب شوره وارد تعامل شده است. برای اینکه تشخیص بدیم تعامل تعویضی بنزین با تیزاب شوره چه قسمی انجام میشه و چه محصولاتی را تولید میکنند با هم بر روی تخت سیاه فرمول های آن را نوشته میکنیم، معادله کیمیاوی آن را با هم نوشته میکنیم. خب به معادله تعویضی بنزین با تیزاب شوره خوب دقت کنید که یک نمونه از تعاملات تعویضی است. در ساختار مورد نظر گروه NO2 که گروه نایترو به آن گفته می شود با به جای ساختن و بیرون کردن اتم هیدروژن یک تا اتم هیدروژن در ساختار بنزین باعث می شود که گروه نایترو به جای اتم نایتروژن جایگزین شود و اتم هیدروژن را از تعامل خارج کند و اتم هیدروژن که خارج شده است با گروپ هیدروکسیل OH وارد تعامل می شود. پس محصولات ما قسمی می شود. به جای اتم هیدروژن گروپ نایترو جایگذاری می شود که نایترو بنزین رو برای ما تشکیل می دهد و محصول دیگر اتم هیدروژن با گروپ هیدروسیل که H2O یک مولکول آب را به وجود می آورد. از نایترو بنزین شاگردای عزیز برای صنعت رنگ هم استفاده می شود که بسیار پرکاربرد است در صنایع رنگ در تعاملات و معادلات کیمیاوی. پس در تعامل تعویضی بنزین با تیزاب شوره باعث می شود که گروپ نایترو به جای اتم هیدروژن جایگذاری شود
و نایترو بنزین را برای ما تشکیل دهد. دومین مرکب تعویضی که بسیار مهم است را هم برای تا نوشته کنیم که این مرکباتی که شاگردای عزیز در متن کتاب درسی شما هم آورده شده است و در سوالات امتحانی هم تکرار شده است بسیار مهم است، پس باید خوب دقت کنید به این تعاملات. تعامل تعویضی دیگه که بنزین میتونه داشته باشد با اتم یا مولکول کلورین است که ساختار آن را اینجا برایتان رسم میکنیم. بنزین در اثر تعامل با اتم کلورین. میخواییم ببینیم که تعامل تعویضی چه قسمی انجام میشه و چه محصولات رو برای ما تولید میکند. خب دقت کنید تعامل تعویضی چه قسمی انجام میشه. یک تا از اتم های کلورین در مولکول کلورین با به جای ساختن اتم هیدروژن در ساختار بنزین باعث می شود که به جای اتم هیدروژن جایگزین شود و اتم هیدروژن را از تعامل خارج کند. پس محصول ما می شود یک تایش کلورو بنزین. در اینجا به جای اتم هیدروژن یک اتم کلورین قرار گرفت و کلورو بنزین را برای ما تولید کرد. محصول دیگه اتم هیدروژن که از تعامل خارج شد با یک تا اتم کلورین که باقی مانده از تعامل میکند HCl یا هیدروژن کلوراید را برای ما تولید میکند. پس این دو قسم از تعاملات بسیار مهم بنزین هست با تیزاب شوره و مولکول کلورین که یک نوع تعامل تعویضی است که باید یاد داشته باشین. خب سوالی که در رابطه با تعامل تعویضی برای شما آورده شده است و می‌خواهیم که با هم کار کنیم. تعامل تعویضی CHCl3 را با یک مولکول کلورین توسط یک معادله کیمیاوی نشان دهید و مرکبات حاصل شده را نامگذاری کنید. این سوال شاگردای عزیز با عنوان فعالیت در کتاب درسیتون هم آورده شده است که اینجا با هم یک جای این سوال را با هم کار میکنیم. گفته در اثر تعامل CHCl3 با مولکول کلورین تعامل تعویضی را نوشته کنید، محصولات را تشخیص بدین و محصولات جدید را که تولید می شود نامگذاری کنید. خوب دقت کنید در تعامل تعویضی یک تا از اتم کلورین در ساختار Cl2 یا مولکول کلورین می آید با به جای ساختن یا خارج نمودن اتم هیدروژن خود جایگزین می شود. و محصول رو که تولید میکنه CCl4 میشود. CCl4 جمعی اتم هیدروژن که از تعامل خارج شد میآید با اتم کلورینی که باقی مانده وارد تعامل میشود و محصول HCl رو برای ما تولید میکنه. محصولاتی که برای ما تولید شده محصولات جدید را HCl که هیدروژن کلوراید است نامان و CCl4 که کربن تترا کلوراید است. پس محصولات را هم نامگذاری کردیم.
خب تا به اینجا با تعامل تعویضی آشنا شدید. در ادامه با تعامل جمعی که یک قسم از تعاملات کیمیاوی است و بسیار مهم هست با هم آشنا خواهیم شد. تعاملات جمعی به تعاملاتی گفته می شود که دو یا بیشتر از دو مولکول با هم یک جای می شود، وارد تعامل می شود و مرکبات جدید با خاصیت جدید را تولید می کند. به تصویر زیر دقت کنید که یک نوع تعامل جمعی را برای ما نشان می دهد. دایره های سبز رنگ را مشاهده می کنیم و دایره های زرد رنگ را که مواد تعامل کننده است. با هم یک جای می شود و محصولات را یا مولکول های جدید با خاصیت جدید را برای ما تشکیل می دهد. نمونه و مثالی از تعاملات جمعی در معادلات کیمیاوی تعامل گاز نایتروژن است با هیدروژن که گاز نایتروژن N2 با گاز هیدروژن H2 با هم وارد تعامل می شود و یک مولکول NH3 را که گاز امونیا می باشد را تولید می کند. در رابطه با تعامل جمعی یک سوال با هم کار می کنیم. تعامل جمعی اتیلن با مولکول برومین را نشان دهید و نام مرکب جدید را نوشته کنید. به سر تخته سیاه با هم می رویم و تعامل جمعی را نوشته می کنیم و محصولات را تشخیص می دهیم و نامگذاری می کنیم. خب از تعامل جمعی اتیلن با مولکول برومین. اتیلن از جمله مرکبات الکین هاست. در ساختار الکین ها رابطه ما بین دو اتم کربن یک رابطه دوگانه بود. پس ساختار اتیلن به این صورت است که یک رابطه دوگانه بین دو اتم کربن است و چون اتم کربن چهار رابطه را حتما باید تشکیل بدهند، دو رابطه‌ای که در اینجا تکمیل شده میماند دو رابطه دیگه که با دو اتم هیدروژن باید برقرار کنند. ساختار اتیلن است. گفته اگر اتیلن با مولکول برومین وارد تعامل شود چه محصولاتی را تولید میکند؟ خب تعامل یک تعامل چی است؟ تعامل جمعی است. در تعامل جمعی دو یا چند مولکول با هم یک جای می شود و یک تا مولکول جدید را تشکیل می دهد. خوب دقت کنید شاگردای عزیز، رابطه دوگانه را وقتی در تعاملات جمعی داشته باشیم، یک تا از رابطه های دوگانه هضم می شه و به جای آن به دو اتم کربن دو اتم مورد نظر که در اینجا برومین هست علاوه می شود و مولکول مورد نظر که یک الکین می باشد به الکان تبدیل می شود که رابطه ما بین دو اتم کربن یک رابطه یگانه می شود. ببینید که چقدر محصول تشکیل می شود. سی رابطه سی، یک تا از رابطه های دوگانه حذف شد. به جایش چی علاوه شد به آن؟ به جایش اتم های برومین به آن علاوه شد. دو اتم هیدروژن که سر جای خود هست که میتونیم به این صورت CH2 رو نوشته کنیم. محصول مورد نظر ما یک و دو دای برومو، یعنی دو تا اتم برومین در ساختار وجود دارد، یک و دو دای برومو ایتین می باشد. پس نامش میشه یک و دو، به این معنی که بر روی کربن های نمبر یک و دو دای برومو دو تا اتم برومین قرار گرفته است و زنجیره اصلی ما همچون دو اتم کربن دارد و الکان است، پس نامش میشود ایتان. پس مرکب ما نظر میشود یک و دو دای برومو ایتان. و اما آخرین تعامل که در معادلات کیمیایی در درس کیمیا با آن بسیار سر و کار داره تعاملات هیدریشن هست. در تعاملات هیدریشن مولکول آب وارد تعامل می شود. وقتی مولکول آب وارد تعامل شد شاگردای عزیز، باعث می شود که یک گروپ هیدروکسیل و یک گروپ پروتون به دو اتم کربن علاوه یا افزوده شود. به مثال زیر دقت کنید، مشاهده می کنید که
یک ساختاری داریم که الکین است، یعنی رابطه ما بین دو اتم کربن یک رابطه دوگانه است. وقتی به چنین مرکبی مولکول آب علاوه شود که H2O است، باعث می شود که یک تا از رابطه های دوگانه حذف شود و به رابطه یگانه تبدیل شود و به یک تا اتم های کربن گروه هیدروکسیل، به یک تا از اتم های کربن گروه هیدروژن علاوه شود که یک ساختار الکل می باشد که شما در درس های بعدی با ساختار الکل ها آشنا شدید. سوال در رابطه با تعامل هیدریشن با هم کار میکنیم. از شما خواسته شده است اگر استیلین با برومین در موجودیت کربن تتراکلوراید به حیث محلل تعامل کند، کدام مرکب حاصل می شود؟ معادله کیمیاوی آن را نوشته کنید. با هم بر روی تخت سیاه معادله کیمیاوی مورد نظر را نوشته می کنید. خب گفته شده استیلین با مولکول برومین وارد تعامل می شود. استیلین از جمله مرکباتی است که الکاین است و رابطه ما بین اتم های کربن یک رابطه سگانه است. خب چون اتم کربن چهار رابطه را باید تشکیل دهد، پس بنابراین سه رابطه که در اینجا تکمیل شده میمانه یک رابطه که با اتم های هیدروژن دارد. این ساختار ساختار استیلین است. گفته شده اگر ساختار استیلین مولکول استیلین با برومین مولکول برومین وارد تعامل شود، کدام مرکبات حاصل می شود؟ معادله آن را نوشته کنید. خب تعامل یک تعامل جمعی است. در تعامل جمعی اگر در مثال قبل در سوال قبل یادتان باشد، اگر رابطه دوگانه بود یک تا از رابطه حذف می شد و به جایش مولکول های بر دو اتم برومین یا کلورین یا هر اتم دیگری به دو اتم کربن علاوه می شد و ساختار الکین به ساختار الکان تبدیل می شد. در ساختار الکاین ها هم وقتی تعامل جمعی انجام می شد هم همین قسم است. یک تا از رابطه ها حذف می شود و به جایش بر روی دو اتم کربن اتم های برومین قرار می گیرد و باعث می شود که الکاین مورد نظر که سه رابطه دارد به الکین که دو رابطه دارد تبدیل شود. پس فرمول می شود به این صورت: سی دو رابطه، سی بر روی هر دو اتم کربن اتم برومین قرار می گیرد. خب مولکول مورد نظر را هم بخواهیم نامگذاری کنیم، یک و دو دای برومو ایتن. چون مولکول مورد نظر دارای دو اتم کربن است، پس زنجیره اصلی ما می شود نامش ایتن که دارای یک رابطه دوگانه است. پس نامش می شود یک و دو دای برومو، به این معنی که بر روی کربن نمبر یک و دو دو معاوضه برومو قرار گرفته است. زنجیره اصلی ایتن. پسوند ENA نشان دهنده الکین ها می باشد. پس در قسمی شما نکات را در سوال ها یاد گرفتید که در تعاملات جمعی رابطه سگانه به رابطه دوگانه تبدیل می شود در تعامل جمعی. اگر رابطه دوگانه باشد در تعامل جمعی تبدیل می شود به رابطه یگانه که در سوال قبل برای شما حل کردیم. خب شاگردهای عزیز درس امروز ما تمام شد. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا را نگهدارتان.